میخوام که خواب بودنت تعبیر بیداری بشه، تو قصه وارونگی یه بار دلم برنده شه. میخوام که خواب بودنت تعبیر بیداری بشه تو قصه وارونگی. تکلیفی نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بذاریش.
زندگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. ببینش اوه اوه اونجور نگاش نکن، سوتی میشه پیش باباتا. ای با تو هم انگار اینجا نیست. نه که تو هستی. بی تو به سر نمی شود، جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، آن خروش می کند. بی تو به سر نمی شود، خمر منو خمار من. کاش اصرار نمی کردم بیاد، بسش منم تعجب کردم که قبول کرد بیاد. پس لابد من شاگرد نمونش بودم که قبول کرد بیاد. آخادم با یه ما کلاس رفتن شاگرد نمونه میشه. خیلی با آب رو من میدید. من براتون میارم. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی مستفیض فرمودید استاد. فقط ای کاش با این دم گرمتون یه قصیده هم برای ما عنایت میکرد. اگه چیز بدید من بیرون یه هوایی عوض کنم مجددا خدمتتون میرسم. خواهش میکنم. هر جور راحتید. فقط من یه بیرونم بیرون میرم. داشتم فکر میکردم چجوری ازتون تشکر کنم، ولی حالا نمیدونم چطوری تو چشاتون نگاه کنم. چرا؟ ما اومده بودیم شما رو خوشحال کنیم، حالا اینه اینجوری خوشحال تره. مشکلی نداره. بفرمایید. ببخشید دیر شد. مرسی خانم. مینو جان شما اگه داخل باشین همه خوشحال میشن. آه خب من تنها تون میذارم. با اجازتون استاد. مرسی. بفهم. عرفان جان شما کی میخوای نگفتن یاد بگیری؟ داداشم جای من تو اینجاست. من ازشون خواهش کردم که بیان. فراد یه روز مال من. اردلان کسرا دارن سازه رو جمع میکنه، من دارم بیان. باش. آخرین شعر تو برام میخونم. آدمی زاد، آنچه در سینه تو می تپد بهای سادگی تو بود. مبارک بادت تخیل، پناهگاه غمهایت. مبارک بادت تفکر، پادزهر حقارتت. آه آدمی زاد، مسافر خسته امواج، پینه های اندیشت را مرهمی باید. آه آدمی زاد، مبارک بادت تخیل، تفکر. مبارک بادت مبارزه بی پایان. این بلا تکلیفی نقطه واسه پایان میخواد.
که فقط تو میتونی بذاریش. آخه یه خورده هم به فکر خودت باش. حیف نیست؟ عرفان. آخه عرفان اینجا چی کار میکنه؟ بابا. چه برگشتی؟ کی تو اتاقه؟ کی؟ چی میگه؟ گفتم کی تو اتاقه؟ آروم باش دخترم، یه توضیح میدم. آروم باش گفتم. برو کنار. خواهش میکنم عصبی نشو. بهت میگه مرتبه که کی از اتاق مامان من؟ سیغم خواستم اینجوری بشه. بیا با هم حرف بزنیم. آخه بابا تو چرا با بابا حرف نمیزنی گندم؟ چرا؟ سلام بابا جون، نمیاد بیرون. گندم، گندم جونم، الان یه مدتیه که صداش در نمیاد، نکنه یه بلایی سر خودش بیاره. ببین بابا جون، ببین میتونی یه کاری بکنی، در باز کن بیاد بیرون. گندم خانم، در رو باز کن. ببین مینو دیوونت اومده ها، در رو باز کن قربونت برم. هنوز اونجاست؟ کسی اینجا نیست. تا اونجا باشه هیچ کیو نمیذارم بیاد تو.
ازش بدم میاد. بدم میاد. من خودم فرستادمش بیرون. در باز کن. اگه کلک بزنیم دیگه اسمت هم نمیارم. سلام عزیزم، مزاحمت شدیم. مینو اصرار کرد. من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. من دیگه بریدم. به هیچ صراطی مستقیمی نیست. خودتون عذاب بدید، درست میشه. آخه بار اولش نیست که، حساسه. از بچگی هم همینطوری بوده. بعد مرگ مادرش من همیشه میترسیدم. آخرش بدتر از اونی شد که من میترسیدم. برو ببین با خودش چی کار کرده. الان میتونم برم ببینمش؟ وقت ملاقات هست؟ تو اون اتاق مینو هم پیششه. منو که نمیخواد ببینه. نسبتاً آرومم. کلی با هم حرف زدیم. دلش کلی گرفته بود. ولی الان خوبه. آرومه. چطوری خانم؟ معلوم کجایی؟ بابام اینجاست. من پیدا نکنه. من نیستش. تو خواستی که نباشه. یه دقیقه میشه بیاریم. سلام دکتر. سلام. ببخشید وضعیتش چطوره؟ متاسفانه خانم صوفی مدت خیلی زیادیه که مواد روانگردان مصرف میکنه. آخه کندو. به هر حال یادتون باشه کسی که دنبال بهونه نبودن میگرده میشه بهش بهونه بودن داد. خیلی وقت آدم ها جدیتشون رو برام از دست دادن. اصلا دیگه
که یادم رفته بود چجوری میشه که حالا که خوردم به یه دیوار مهرب. ولی تو همه چیزو قلقلک میدی. تو از کجا پیدا شدی یه خوب بی هوا؟ نمیدونم اسمش تقدیری یا قسمت، ولی میدونم قسمت تقدیر بهونه است. همه دنبال بهونه میگردن، ولی یه چیزایی بی بهونه اتفاق میفته بی هیچ. یه حتی یه لحظه فکر کردم، فقط یه حسه، یه حس که ممکنه آروم یا ویرونت کنه، یه حس که نمیدونی شکاری یا شکارچی. اصلا هم وسط مهم نیست، چون اون لحظه فقط یه کلمه رو میفهمی، اونم بایده. باید گندم بودن تو دیگه برام بایده. بودنم کنار تو دیگه برام بایده، میفهمی؟ الو. بله. الو. اینی چی بود؟ مزاحمه شاید. نه بابا، میگه دوستت اومده رستوران غذا خورده پول نده. الو فراد. آره به منم زنگ زد. آدرس گرفتی؟ آقای عرفان خان و فراد خان. ها؟ ما هم دیگه قبلا جای دیدیم بابا. نه ندیدیم. شما رفتین اون بالا بالاها، ما موندیم این پایینا. تو کامران سمسار زادگان نیستی؟ ای شیطون. تو مدرسه اینجوری ها نبودی یا؟ قولک تویی؟ آره قولک. قولکه؟ بابا اینا مرام ندارن. رفیق باز نیستن اینا. یا جوانی. چطوری؟ بابا ماشاءالله. تو برای چی برای عمر شدی؟ خیلی خوب. خیلی خوب. بریم بشینه غذا سفارشی ویژه واسه تون بیارم. آره آره حتما ویژه. بیده بیده. کجا میری؟ محلم باشه. چطوری بابا؟ سازش کوکه؟ شارخ قطعه گم شده همین خاطرات بچگی. گندم شاعر نقاش، مهم رفیق. رفیق یه دوست هیجان انگیز، حتما یه دوستی که رو چشم میشینه. شما ما رو حسابی شگفت زده کردین. پول شام ندارین رفقا حساب میکنین؟ بچه من تیکه خور شدم. شما خودتو کنترل کن. اینجا خانواده نشسته آقا، غذاتو بخور. تو هیچ وقت نمیخوای هستی ها؟ آره. تازه کجاشو دیدی؟ اینو جمع کن. در رابطه با مسائل چرا چونگا قابل همه تنی عنصر هژمونی میتونه در راستای پرگولهای کهکشانی به نقاط فرار اکسپرسیونیستی چی فرار بچسبن دیگه. حالا با اسیدی شدن فضای اینتלקتوالیتی جامعه دموکرات ببین ولش کن، این مدل افسادی میتونه تا صبح ادامه بده. البته خودش میگه ابزور، ولی شک نکن خود اول محضه. یعنی خانم ما با این رفقا روزگاری داشتیم. اینا بلاهایی سر من آوردن که شما نمیدونید. آره بابا، انقدر دست ما سرخورده شده بود که مجبور شد بره فرنگ دنبال درس و زندگیش. عامل موفقیتش ما محسوب میشه. چی میخوندید؟ معماری با گرایش تخصصی سدسازی. تخصص سدسازی که اینجا زیاده. یه راهیابی، راهسازی، چیزی یاد میگرفتی به درد مملکت میخورد. چی میگی؟ چرا برگشتی؟ جدن عرق ملیتون باعث شد که برگردیم؟ نه والا، بیشتر حواس دیزی سنگی بود و ساحل خزرشهر. ما سومین کشور سدساز دنیاییم. شما جای من بودین، بر نمیگشتین. شما خلیج فارستون رو چیکار کردین؟ هنوزم وصفه؟ نه، بالاخره تلسم شکست. گندم برامون نوشته. جدی؟ یعنی واقعا شما نوشتی؟ آره؟ آره. پس راستی راستی شاعر، رفیق، مهم. Thank you.
مرسی. بچه این قطعه که شدین اسمش شارداشه. قبلن قطعه هایی متفاوتی ازش اجرا شده توسط ایژاک پرمن، دیوید اوستراخ و هایفتز. البته این اثر مونتیه، بیانگساز روس. میرید درست گوش میکنید، آنالیز میکنید، کار میکنید و میایید هفته بعد راجبش صحبت کنید. نبینم کسی بگی من کار داشتم. مرسی. ببینم شاروخ، برنامه چیه؟ واقعا میخوای بمونی؟ والا قرار که همین بود. فردا میخوام برم کانون چهار. این فرمادم با خودم میبرم. برای نتیچونی ها، آبه منو نبری، آبه موزیسیان نیستم. خلاصه به سپنتام گفتم. گفتم میرم فقط واسه در. فقط. عجب آدمی ها. ببینم برای. ما مهندس شدیم ناسلاماتی ها. حالا درسمونم که تموم شد. باز بس بدش. شما چی؟ کنسرتی؟ کاستی؟ آوا کنسرت که در آموزشگاهی. ولی اگه بشه میخوام خلیج فارس رو خلیج فارس اجرا کنم. چه خوب. با تو صدای فرا. بح چه صدا. چه صدا. ببینم تو پیوند کلیت که دیر نمیشه. شاروخ این اینجوری دنبالش نمیره. کار خودت. بعد بهش گیر بش. دیالیزمو میرم. حال روزم هم که میبینین بد نیست. پیوندم حالا به موقعش. آره بابا به موقعش. موقعش بگو مرد حسابی حداقل ما آمادگیش همین دیگه همینجوری میپیچونه. ببینم حالا قضیهت با گندم چقدر جدیه؟ خیلی خوبه ولی ربطی به تو داره؟ همیشه تو بی ربطیه که ربطش پیدا میشه. من اونو میفهمم، اونم منو میفهم. بسته دیگه. عرفان جان داداش فردا شب میبینم. فردا سر تمرین میبینم. قربونت برم. مواظب خودت باش. قربونت تو. ببین منو از تو پیاده رو برو. جفتتون خیلی مارموزی. ما که کلا نمیفهمیم تو چی میگی. مخلصی مارو برو. بعدا میبینم. خدافظ. خدافظ. ببین فرا 220 متر ارتفاع، حدود 2 میلیارد متر مکعب آب، به اضافه 1000 مگاوات برق. آخه شوخی هم اگه بابا من همه رو عکاسی کردم. ولی بیا بریم ماهیگیری. من چی میگم تو چی میگی؟ ببین بابا ماهیگیری ببین. ببین تو ببین. یه خود هم به فکر خودت باش. حیف نیست. گلو آیا سری کلاس هم بجایی؟ عرفان. عرفان اینجا چی کار میکنه؟ از خونه زدی بیرون؟ مگه نگفتن استراحت مطلق؟ حرف گوش نمیدی که. نکنه دلت برام تنگ میشه. مگه تازه اومدم بیرون؟ دل نازک شدی؟ شاهرخ کارم داشت گفت بیام این کافه. بیشتر فرهاد ماشینش رو داده دست من تا ماشینم درست شه. خوشت اومد؟ دیگه راه نمام یادم نمیر. بله من و عرفان با همین یکم خرت و خر بخریم میریم خونه عرفان. باشه باشه میبینیم. شاهرخ بود گفت یه سر میاد خونه.
نه نه خودم میارمشون قربونت برم. مگه دکتر نگفته نباید بار سنگین بلند کنی؟ خودم جمعش میکنم عزیز. چرا در رو نبستی عرفان؟ دلت تنگ میشه برام؟ با من ازدواج میکنی؟ کی؟ خیلی زود. صوفی یه خودو بخند. آقا صوفی میگم یه جورایی هم راحت شدی. نگو نگو تو رو خدا دیگه کسی نیست تو خونه دیوار بازی در بیاره. بیا بیرون بیا ببرمت دیوونه بازی بهت نشون بدم. بیا 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 بچه ها منتظرم. بیا بابا جونه بابا عروس خانم بیا پیش بابا بشین یه چای برات بریزم. بیا ببینمت. باورم نمیشه دخترم عروس شده باشه. دیمونه بازی هایی تو رو که میدیدم فکر نمیکردم که یه روزی عروسی کنی. من خیلی دختر بدی بودم بابا. نه بابا من همیشه تو رو چایی تو چرا نمیخوری؟ چایی تو بخور. من امروز یاد مامان افتادم. بعدش دلم واسه تنگ شد. دلم واسه تو تنگ شده بابا. دلم خیلی تنگ شد. واسه اون موقع که میرفتیم شکار. من امروز یادم اومد که تو چقدر منو دوست داشتی. بعد مامانت من هیچکی رو نداشتم. تو همه یه جور زندگی منی. همه یه جور زندگی منی. بابا چرا دیگه نرفتی شکار؟ چرا مامان که رفت ما شکار شدیم؟ دیگه شکار چی نبود؟ پدرم که خلیج فارس تمامش را پس نداد.
فراد آماده شو؟ بریم بریم. سه یکی از آخر شنزار به فکر سرقت دریا. برای جان تا میتونی علف دریا رو بکش، آخه محتوای شعر به خاطر دریاشه، درست میگم؟ آره دیگه، اصلا همه تاکید ما دریاست. شنیدی؟ یه بار دیگه بریم؟ بریم بریم. یکی از آخر شنزار به فکر. عجب شعریه، سرقت دریا. شعر خیلی خوبه گندم. یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست. خوب بود، یه بار دیگه. عرفان تا حالت خوبه؟ عرفان خوبی؟ بریم بریم. یکی از آخر شنزار به فکر سرقت دریاست. یکی انگار تو خواب دیده تاریخ ما یه روی. دخترم من از شهرستان میام، وام خیلی دوره، یه موهبتی بکن. حاج خانم این دفترچه شما نیست، مطب دکتر کاظمی بفرمایید. برای چه روزی وقت میخواستین؟ قبلا هم بهت گفته بودم وضعیت خوبی نداری، اصلا به خودت اهمیت نمیدی، همه چیز رو به سلامتی خودت ترجیح میدی. امروز نمیدونی چقدر مطب شروع بود، برای پیوان آماده است، باید هر چیز زودتر انجامش بدیم. من به شماره‌ای که این دکتر داد زنگ میزنم. تو خبر داشتی؟ آره. این هفته میای پیش من، حرفم نمیزنی و یعنی قلوه ها تو به سیخ میکشم. او دکتره داری بی خودی شلوغش میکنه. عرفان جان چند روز دیگه خواهشم بریم دنبالش. دنبال چی؟ باید دارم دنبال کارهای کنسرت. یعنی کنسرت مهمتر از مریضیته؟ الو فراد کجایی؟ آره عرفان هم حالش خوبه، لازم نبود تو بیای رفیق، تو تمرین ها رو پیش ببر، چون این آقا عرفان با این حالش فقط تو فکر کنسرت. آره این یارو بود دیگه، دلاله بابا، قاچاقچیه، داره کلیه دیگه، قاچاق میشه دیگه. آره نمیدونم چرا دیر کردن اینا. دیر کردن؟ مگه چند نفرن؟ دو نفر. سر کاری نباشه فراد. نه بابا بخیا، شغلشون اینه و پیداشون شد دیگه. الان فرهاد بود؟ آره فرهاد. این رفیقت آدم نیده؟ فرهاد داریم؟ فرهادم داریم، چند تا میخوای؟ همینجا پارک کنید بیاید. بفرمایید.
سلام. سلام. خوش اومدید. مرسی. گره زندگی این بندی خدایی که اینجا میبینین نه به دست شما، به جیب شما وصله. اهل گدایی نی که اگه بود بعضش بهتر از همتون بود. کلیهشو میفروشه که بچهش زنده بود. کبد بچه این بندی خدا آب آورده. همه شما اینجا جمع شدین که خرج عملشو جور کنین. اینم برگای سلامتی و سیموره. خوب ببینین که بعدا دبه نکنین. به غیر این برگا که شاید فکر کنید جلیه، خود او سیمور هم بهتون نشون میده. سیمور بفرمایید. بیرونن میگن ما 6 تومن میدیم. اگه مال شما بیشتره که هیچ، اگه کمتره برم با اونا تمومش کنم. یک کلام 8 تومن حله. من اصلا راضی به این مدلش نیست. اینقدر حرف بی ربط نزن عرفان، قرارمون یادت میره بابا. ثوابش مال تو، ما هم جور گناهشو میکشیم. مرگ فرهاد دوباره شروع نکن. شارخ نگرده ما پیاده میشیم. عرفان نگرده ما پیاده میشیم. فردا تمرین کنسرت شروع میکنیم. عرفان واسه بودن حاضرم هیچکی نباشه. حالا تو فکر کن با بودن تکلیف و بچه‌ام روشن میشه. نخوردی گلم؟ نه غذا میخوری، نه حرف میزنی، حتی دارو آدم نمیخوری. خب اگه ازم دلخوری به هم بگو، با هم حرف بزن، ولی اینجوری با سکوتت آزارم. سوی مستان می روی مستانشو مستانشو. بچه
عرفان جون من فکر می‌کنم یه خورده مترونوم پایینه، بریم بالاتر. ها آره یه خورده بالاتر بگیر. بچا یه کم مترونوم بالاتر. 5 تا بگیر. بریم محمد جون برو. مرمت کن منو از نو نزار، خالی شم از رویا، نگاهم کن اگه حتی تموم این سفر فردا. هزار آتشکده توی نگاهت، غرق آتیشن یه عالم یشم و مروارید، تو لبخندت یکی میشن مثل تابیدن. باش همه چی به خیر بگذره. امشب خدا عزرائیل هم بیاد بهش میگه برو فردا بیا اجرا دارم، اونم خلیج. نقش و نگاری تو شبیه فرش ایرانی. خیلی دوستش داری؟ میشه جام جم و حتی عشق آدم غرورشه، هیچ چیزی ارزش عشقاتو نداره، خوشبختی که آدمشو داره. با یک لبخند تو واکرد مرمت کن منو از نو نزار، خالیشم از رویا، نگاهم کن اگه حتی تموم این سفر فردا. تموم ستاریخو توی برق چشات داری، شبیه دخترک های رو قلیونای قاجاری، شکوه دوره مادی، غم تاراج تیموری، چقدر نزدیک نزدیکی، چقدر از دیگران دوری. آخرین ترک یه ترانه هست به نام ترانه خلیج فارس که برای اولین باره که ما اینجا اجراش میکنیم. خلیج فارس. چند لحظه دیگه میبریمش اتاق عمل برای پیوند، نگران نباش. مرسی. خیلی ممنون آقای دکتر. عرفان مینوه. الو مینو جون ببخشید دیگه جواب ندادم. عشقهایم به قواره من نیستند و من به اندازه تو که شرمم باد بار یاد تو را به دوش میکشم. دستهایم خالی بود تا به سخاوت جان لبریزشان کردی، سینم خالی تر که به دلتنگی مدام صدا زدن نام پدر مالا مالش کردی. صابر چطوره؟ شادم یا ناشاد، پیروزم یا مغلوب، خدایا بودنم به بهای نبوده کی تموم شده. حلالم بزن، حلالم به صبر باش. این حرفا چیه؟ به خدا سپردم. خدایا نبوده کی فدای بوده من شده.
الو گندم سلام، کجایی؟ ببین یه ساعت دیگه اونجا باشینا، به جمعین دیگه بابا. با فرهادم هماهنگم تو راه، میز رو رزرو کردم، یه چیز یواشکی هم پیش من داری. آره بهش بگو امانتیش هم گرفتم. خلاصه همه چی آرومه. باشه خودت. قشنگه؟ آره. پاشو دیگه تنبل، دیر شده ها. پاشو شلوارشو بپوشه. آروم آروم، یک ماه استراحت مطلق، هنوز یه هفتهش هم نگذشته ها. میدونم چرا من همیشه از این شلوار خوشم میومد. منم همیشه از تو خوشم میومد. راستی امروز باید تاریخ جشن عروسی رو مشخص کنیم. چه خوب شده. بسی یه سی برات گرفتم که بهت نمیگم، میخوام ذوق کنی. خنده چشات حالم خوب میکنه. تو میرم؟ مهم نیست، بعد این همی خونه نشینی کاش میتونستی پرواز کنی. اه؟ تو هم؟ خوشت اومد؟ دیگه قانون من شد. گندم من کوچه پایینیه رستورانم. گوش کن ببین اینو یادت میاد. اینم صورتم شاهرخه. من کوچه پایینی رستوران. این غریبه کیه از من چی میخواد؟ گندم نمیخوای بیدار شی؟ گندم درست وقتی ناچاری به دیدن، دوچاری به عشق، به گرفتن دستی که هنوز امید داره، تو چشماتو میبندی. چشماتو به روی کی بستی گندم؟ قلبتو به روی چی باز کردی؟ دنیا منتظرته. تو کمین خوابیه که بیداری اول خط به زنگاهش. عرفان، عرفان بهتری؟ عرفان کو؟ رفته استراحت کنه. اگه بهتری بریم. کجا؟ سلام. گفت پرواز کن نزدیک بوده برامت اون دنیا. آره ببند، ممکنه سرما بخوره.
تشنه تشنه شبها و روزها را گذراندم، رودخانه وحشی کلامت را اکنون میخواهم. بیبند پرواز کردم تا اوج خستگی، پیچک نگاه افسانه‌ایت را اکنون میخواهم. دهم بسته است، خمیدگی اندیشم، اصاره حرکت را اکنون میخواهم. سپیده که بزند همراه هم بسیارند، در این ظلمت چراغ حضورت را میخواهم. با این شعرت منو بردی یه جای خوب، یه جای دور که توش هم اطمینانه، هم امنیت کنار کسی که دوستش داری. اون بالا رو نگاه کن، از اون بالا شهر به این بزرگی مثل شهر اسباب بازی هاست. نگرانی ها، ترس ها، منم منم کردن ها، همش یه بازیه. فقط عشقه که میتونه همچین حسی رو به آدم بده. عشق بلندت میکنه، میبرتت رو هوا، اونقدر که تموم دنیا برات کوچیک میشه. اما این تا وقتی که به عشق اعتماد کنی، وگرنه هر کدوم از این بازیه کوچیک این شهر بازی میشه قد 10 تا پتک که هر روز یه جای زندگیتو نشونه میگیرن. یه روزی همه این حرفا رو به شاروخ زدم وقتی که به عشق شک کرده بود. دیگه ساز نمیزنه نه؟ یه وقتی بهتر از همه موزه، اما حالا هواش عوض شد. خودش به زبون نمیاره، ولی وقتی پیوند رفت شاروخ دیگه شاروخ نشد، شاهش رفت و رخش مون. حالا میگه ساز زدن هوای زندگیه. چه احساسی داری عروس خانم که رفیق ما رو غافیدی؟ احساس خوبیه، نمیتونم توصیفش کنم، ولی ایشالله تو هم ایشو عرگیرت بیاد. بابا عروسی کیه؟ فکر کنم بعد کنسرت. واسه من شوهر پیدا نمیشه، واسه تو گیر بیاد. ای بابا، آقا عرفان و گندم خانم که رفتن، ایشالله یه دونم قسمت هم باشه. یه رفیقت رفت داداش، باید بیایی با خودم رفاقت کنی. عاشق جفتتون. شاه شازه دومار، چه مظلوم شدی، مثل که گندم گربه. برو شیطه نشا، برو. یه کاش بابام بود. افا چاخ خب اگه ازم دلخوری به هم بگو، با هم حرف بزن، ولی اینجوری با سکوتت آزارم نده. گندم باید با هم حرف بزن. چرا یکیتون با عرفان حرف نمیزنه که دیوونه شده؟ خیلی عوض شده شهر، نه حرف میزنه، نه غذا میخوره، نه تو داروهاشو میخوره. بیا بشین، باید حرف بزنی. من قهر کرد دیگه، دوستم ندارم. دیگه دوستم نداری؟ گندم
تو نمیتونی اینطوری ادامه بدی. تو رو خدا آزار از این خرابتر نکن. ده چرا دل میکنی فراد؟ بهش بگو دیگه. شلوغش نکن شارخ. مگه تو یهو گفتی قبول کرد؟ میتونم یهو حالش بدم که منظور تو درست بگو، ساده بگو. چرا نمیتونم ادامه بدم؟ چی میخواین بگین؟ عرفان جان اینا چی میگن؟ بهشون بگو با من قهر نکردی، بگو پشیمون نشدی، بگو هرز ما رو میخوای، بگو ما رو میخوای. تمومش کن گندو، تا کی میخوای زندگی ما رو جهنم کنی؟ چرا گوش نمی کنی؟ چرا نمی فهمی؟ به حرمت هرچی رفاقته، نمیخوام دلخور باشی، نمیخوام اینجوری باشی. شاروخ اینجوری خرابترش میکنی. این بازی راه نداره، این بچه هممونو برده تای دوزخ، یعنی یه خواب میمونه. ما همه داریم تو این خواب از بیداری افسانه میگه. چطور شده شما؟ حالتون خوب نیست؟ من بهش میگم عزیزم، من میگم تو بیخیال. چی میخواین بگین؟ مثل یه مرد تو چشام راست نگاه کن، بهم بگین عرفان منو نمیخواد، نمیخواد. گندم خانوم، گل خانوم، اون روز که با هم بودیم، اون روز که تو پشت فرمون بودی، تصادف کردیم 6 ماه پیش. مهم نیست، بعدی نمیخونه نشینه. یک کاش میتونستی پرواز کنی،
تو هم؟ خوشت اومد؟ دیگه قانونمند شدم. گوش کن ببین اینو یادت میاد. شاهروخه. من کوچه پایینی هستم. اوه خدا. جانا. یکی آمبولانس رنگ بزنه. باشه. بیا بیا یواش یواش. آمبولانس خبر بدید. نانو اورژانس. خدایا صداش نکن. پرواز کن نزدیک تو برم به اون دنیا. بابا اون بالا رو نگاه کن. از اون بالا شهر به این بزرگی مثل شهر هست با بازی هاست، نگرانی ها، ترس ها، منم کردن ها، همش یه بازیه. فقط عشقه که میتونه همچین حسی رو به آدم بده. عشق بلندت میکنه، میبرتت رو هوا، اونقدر که تموم دنیا برات کوچیک میشه. عرفان رفیقم بود، چشمم بود، راضی نبود به تلخی، ولی تسلیمم نبود به گنگی که تو توش بودی. میخواستم همه چی اونجوری باشه که اون میخواست. اون انگشتر رو 6 ماه پیش بهم داده بود برات نگین بندازم، برای قرار عروسی تو. مرخص که شدی کارهای نیمه تمام و تمامش میکنم، میبرم ات خونه پدریت. شوال خونه دست کم گرفتی یا اون امانتی هم که گفتی سفارش دادم. عرفان اینجا چی کار میکنه؟ از خونه زدی بیرون؟ مگه نگفتن استراحت مطلق؟ شاهرخ گفت، گفت یه سر میاد خونه.
نه 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 خودم میارمشون قربونت برم. اگه دکتر نگفته نباید بار سنگین بلند کنی. چرا نخوردی گلم؟ نه غذا میخوری نه حرف میزنی. دارو آدم به اسم عرفان قسمت میدم مثل همیشه باش. گندم تو میفهمی من چی میگم. تو همیشه حرفای سخت و آسون میفهمیدی. عرفان ستاره من بود، باورم بود، خود من بود. عرفان! عرفان! خون داره تو حنجرم میسوزه. نبودمش ترختر از اونی که تنها صبوری کنیم. من همین رو خوب میدونم. بذار دلم خوش باشه. نظر پشیمونشم که باور داشتم زورت به زندگی میرسه. بیدارم. چرا این همه هوشیارم؟ من که این همه خستم، این همه گمم، چرا سبکم از زندگی؟ سنگینم از زندگی. شاهرخ دیگه ندارم، دیگه دست داشته ندارم. بگو چی کار کنم برات. منو ببر پیشش. دلم قرص بود که هستیم یه جورایی مثل قدیم با همی همپایی تو رفاقت یه دستی، ولی بازم یه جورایی غربت. اگه نمیخواستی بیای درس بس بدی جوره نبوده تو کشیدی، جوره بودن تو میکشی. حالا که برگشتی دوباره عادت کن بهش. بزرگم از فکر کنم نگفتم بیایی ضرر نمیکنی. دفعه پیشم جات خیلی خالی بود. بس این حرفا نیست. میدونم بابا، گنده اون نمیذاره نفس بکشی. کی بابا، فکرم پیش موسیقی خلیج فارسه. هنوز اونی که میخوام در نیومده. من فقط میدونم آخرش همون جوری میشه که تو میخوای. کاش فقط کاری بشه که به این همه سال حسرت به دلیمون بیارزه. دست به دست هم میده تا به تو بگه. تو دستاتو میذاری رو گوشه تو، هی میگی تقدیر پیشونی نوشت. اون وقتی که زخم میشه درمون زخمو بهونه میشه تقدیر. اما تو میشناسی راهو، میدونی رفیق رفته راه. خواب بودنت تعبیر بیداری بشه. تو قصه وارونگی
یه بار دلم برام خوبی؟ میای پیش ما؟ مهمونا پایین منتظرم. تو قصه یه وارونگی یه بار دلم برنده شد. میخوام که خواب بودنت تعبیر بیداری بشه، تو قصه یه وارونگی. تر شهرداریه، سگای ولگرد رو جمع میکنن. بفرمایی کسرا. راست میگفت، چه بارونی هم میادم شد. تو خوبی؟ همون حس همیشگی که همش فکر میکنم عرفان اینجاست. شاید باورت نشه ولی حتی نفس داشتم حس میکنم. گندم قوی باش، امشب شب عرفانه. همیشه فکر میکردم زمان که بگذره دردم آروم میگیره، ولی هرچی زمان بیشتر میگذره دلتنگیام بزرگ و بزرگتر میشه. وقتی یه ستاره میمیره از خودش یه سیاه چاله جا میذاره که زمانش متوقف میشه. حس میکنم هزار سال که هزار سالم. بچه ها بیاییم تو، مهمون ها پایین منتظرم. زشته، میخوام بمونم. پس شاله تو قشنگ بنداز روشونت، هوا دزده. نوشه؟ آره ره آه این هم قبل آقا کنی که اصلا اون رو خود میکنه. امشب ما اینجا جمع شدیم برای عرفان، پسر شهید مسعود نیداد. اگه بخوام از عرفان براتون حرف بزنم، یاد بار امانتی میفتم که رو دوشاش احساس میکرد. این امانت چیزی نبود جز زنده نگه داشتن یاد پدر. روح شاد، یاد سبز. برای پدرم که خلیج فارس تمامش را پس نداد. شمزار به فکر سرقت دریاست، یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست، یکی فکر کرده دست بردن تو تاریخ ما آسونه، ولی اسم خلیج فارس همیشه فارس میمونه. بخون با من که دنیا هم دوباره بشنه به ما رو، بخون و از نو باطل کن تلسم آدمکارو. خلیج فارس خلیج ماست، از آغاز زمین اینجاست، همیشه فارس میمونه.
تو خون توی رگای ما. خلیج فارس که بازیچه تو دست کس و ناکس نیست، خلیج فارس که تنهای اسم توی اطلس نیست، یه تاریخ کهن پشت تپیدنهای موجاشه. تا وقتی اینجا ایرانه خلیج باید که فارس باشه. بخون با من که دنیا هم دوباره بشنف ما رو، بخون و از نو باطل کن تلسم آدمک ها رو. خلیج فارس خلیج ماست، از آغاز زمین اینجاست، همیشه فارس میمونه تا خون توی اندیشه بدان.